دار جمعیت اسلامی به حکومت وحدت ملی ارگ باید در مورد برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ تجدید نظر کند حزب جمعیت اسلامی اعلام کرده که تصمیم ارگ ریاست جمهوری برای برکناری عطا محمد نور اقدام انحصار طلبانه بوده که با استفاده از حضور جامعه جهانی در افغانستان صورت گرفته است این حزب همچنان از پیامدهای ناگوار برکناری آقای نور به ریاست جمهوری هشدار داده گفته که ارگ بجای جای تفاهم و حل معقول مسئله رای تخاصم و ماجراجویی عقدهمندانه را در پیش گرفته که جمعیت اسلامی چنین سیاست را غیر قابل قبول دانسته و مسئول عواقب و پیامدهای ناگوار آن ریاست جمهوری را میداند حزب جمعیت همچنان تاکید میکند که ارگ باید در مورد برکناری عطا محمد نور از ولایت بلخ تجدید نظر کند سید علی محمودی از سخنگویان عطا محمد نور برای بحث بیشتر با ما هستند آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا هم با ما تعهد کردند که در این بحث حضور پیدا میکنند آقای محمودی به بحث ما خوش آمدین حالا جمعیت اسلامی گفته که ارگ باید در مورد برکناری آقای نور تجدید نظر کنه. از سوی ارگ هیچ چراغ سبز دیده نمیشه. بالاخره چی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگان محترم و پوزیش می خواهیم از اینکه دیر شد و به نسبتی که روی اعلامیه شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان کار می که دقایق پیش با نهایی شد دیر خدمتتان رسیدیم ببینید بحث جمعیت اسلامی هی است که به عنوان یکی از طرفهای حکومت وحدت ملی و شریک تیم تحول در حکومت وحدت ملی باید آنچه را که در رابطه با موضوع بلخ و آقای عطا محمد نور با عنوان یکی از در اونجا هم تسجیل شده یکی از کسانی که حکومت وحدت ملی را پایگذاره کردن با حزب جمعیت اسلامی رایزنی می و نظراتی را که قبلا هم حزب در قسمت با جانب ارک شریک ساخته بود در نظر گفته می شد ولی متاسفانه ای نشده و از طرف دیگه هم چونین هم نیست از موضع قاطعی که جمعیت اسلامی در قسمت گرفته شد بره. ما شاهدی بودیم که تحرکاتی از جانبی عرق شروع شده و دنبال هستند که بیان در یک تعامل و گفتمان متاسفانه همیشه عرق چونین کرده آمده یک اقدامی را انجام داده بعد از انجام او اقدامی که خلاف مسالی اولیای کشور بوده خلاف آنچه که در افغانستان در حال گزار هست و, و, و امنیت و ثبات کشور عملی انجام داده و بعد گفته خب میایم میشینیم مذاکره میکنیم صحبت میکنیم و این بود که تا حدود موضعی جمعیت اسلامی که قصدی را داشت که از حکومت مقاطعه سیاسی بکنه و این تعدیل شد و به ف... حکومت این فرصت داده شد که تا جبران بکنه بله آقای محمودی حالا ارگ مشخصا تصمیمش را گرفته با تبانی با ریاست اجرایی ارگ میگه <تصفح> که دیگر آقای تو محمد نور نباید به عنوان والی کار بکنن حالا چی میکنین بالاخره در نشستی که شما اگر قرار باشه اعضای جمعیت اسلامی با حکومت داشته باشه خواستتون چی است دیگر اونها نمیپذیرن که آقای نور والی بلخ باشن چی میکنین و... جمعیت اسلامی هم هیرم نمی پذیره و هواداران آقای نوری را نمی پذیرند که این حکم یک طرفه که از جانب عرق صادر شده تطبیق شود و, و مسلما در اعلامی جمعیت اسلامی واضح و روشن آمده که آقای نور بخشی از توافقنامه سیاسی و حکومت وحدت ملی شما ده. یک یک, یک شخص یا یک جریانی که بخشی از یک تحول یا به اصطلاح یک یک گفتمان یا یک توافق باشه چطور شما را حس میتونید به هیچ وجه امکان به هیچ وجه چنین نیست آقای نور در ولایت بلخ است اما و همچنان هر ریاست جمهوری در تازه‌ترین اعلامیه‌اش ماونش را مسئولیت بلخ را به دوشش گذاشتن نه به دوش آقای نور آقای نور دیگر سرپ... حتی سرپرست هم نیستن اونها را برکنار کردن والی بلخ نیستند دیگر شما شاید شاهدم باشین امروز صحبت‌هایی را که معاونی ولایت بلخ که او را ارگ به عنوان سرپرست گذاشته بود گفت که این چوکی ها و این آنچی را که حکومت وعده کرده است به یک کفش کنه آقای عطا محمد نور هم نمیتیم حالا چرا مسئله بلخ برای آقای نور و جمعیتی ها یک مسئله حیثیتی شده حالا اینجا نظام است حکومت موجود است حکومت نمیخواد دیگر آقای نور به عنوان والی باشه باید کنار برند دیگر حکومت در حدی نیست که بخواهد که آقای نور کنار بره حکومت چرا در حدی نیست طلامد برکنار ح... کردن آقای حکومت نور وحدت ملی بر اساس توافقنامه سیاسی بین دو تیمی که در انتخابات ریاست جمهوری آمدن و مشکلات در انتخابات ایجاد شد آمدن دو تیم حکومتی را به نام حکومت, حکومت وحدت ملی به بله. اساس فرمول ایجاد کرد هر دو تیم میخوان آقای نور با عنوان والی نباشه ولی بحی... شما تاکید در کجای موافقت نامی این حکومت آمده که باید آقای عطا محمد نور مدام العمر به عنوان والی بلخ وظیفه اجرا کنه ببینین اول خو هر دو تیم نمیخواید شما دکتر عبد الله را به تنهایی تیم حساب نکنید دکتر عبد الله زمان نماینده ای رئیس این, این تیم به هیچ وجه رئیس تیم آقای سلاودین رهبانی است که رهبری جمعیت اسلامی است و هم پیمان در موافقت آقای عبدالله آمدن امضا کردن. در موفقت نامه آمدن آقای عبدالله به ماهندگی از تیم که اونا را حمایت میکرد امضا کردن که او تیم جمعیت اسلامی و متحدینش است. حال همون جمعیت اسلامی و متحدینشان که پیشترم اعلامیه شورای ائتلاف نجات هم صادر شد و اونها هم تاکید بر میکردن و حمایت قاطع از آقای نور که حکومت و, و و هر نمیتونه که به یک طرفه تمامی به اصطلاح حریفای سیاسی خودش از قدرت هست بکنه بله آقای محمودی حالا یک دید بر این است که شما و جمعیتی ها این سر و صدا را به خاطر این براه انداختین که ارگ بیا یک قدرت را برای شما بتا و معامله بکنین با ارگ ریاست جمهوری ببینید این معامله با ارگ یا کیسه قدرت نیست جمعیت اسلامی و همپایمانانش تقاضایی را دارن و اینا میخوان که موافقت نامه سیاسی با تمام کلیات و جزیاتی که داره تطبیق شده و بیشتر از او هم نمیخواین ولی امروز هر همه چیز در انصار خود گرفته و یک کتازی میخواه بکنه جمعیت اسلامی آقای نور و هم پیمانان جمعیت شورای عالی اطلاف برای نجات همگی در مقابل یک کتازی ها و خودکامگی های استاد شدن بله اقای محمودی حالا همین جا در اعلامیه جمعیت هم آمده بود که ارگ میان انحصار طلبی میکنه اه. اما جانب حکومت به با این باور هستند که آقای تا محمد نور 13 سال را به عنوان والی بلخ گذراندن و اونها هستند که کتازی میکنن و اونها هستند که قدرت را در انحصارشان گرفتن و نمیخوان که کس دیگه با عنوان والی باشه در بلخ میبینین خب اتهام زنی ها کار ساده ای است ولی ما باید رئیس جمهور اگر واقعا خود رئیس جمهوری افغانستان میدونه مطابق قانون اساسی وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور معلوم است و رئیس جمهور نباید بلد. طبق قانون اساسی احکام فرامین و اقدامات را انجام بده یا احکامی را صادر بکنه که مخالف مسائل اولیای کشور و باشه و ثبات و امنیت و اتحاد بین اقوام به هم بزند روح امو ماده قانون اساسی چنین هست ولی ما امروز شاهد هستیم که عملکرد رئیس جمهور و یا ارگ همگی به طرف قومی و در جهت بر علیه مسائل اولیای کشور میره و, و, جمعیت اسلامی آقای نور و, و هم پیمان جلوی ها رو میگیرن بله اگه بحث آقای کنار رفتن آقای نور از ولایت بلخ بحثی بود که از دیر زمان شروع شده بود و قرار بری بود که مطالبات جمعیت اسلامی و هم پیمانانشان تحقق پیدا کنه و آقای نور از کنار برن ولی متاسفانه اینا آمدن در یک توتیه حسن نیتی که آقای نور به حکومت نشان داده بود تصفیفانه با سوی استفاده از حسن نیت یک, یک جانبه تصمیم گرفتن که آقای نور از از بلایت بلخ کنار بره او پس وقتی که چنین یک چیزی باشه بلد. ببینین بعد از حذف جنرال دوستون بعد از حذف احمد یا مسعود بعد از فشارها بر سایر مقامات تیم همپیمانان بلد. جمعیت اسلامی امروز نوبت با آقای نور رسیده و این خط قرمز بوده که همه گی استاد شدن حالا جمعیت اسلامی در اعلامیه گفته که از هر گزینه به خاطر حفظ آقای نور کار خواهند گرفت شاید در این هر گزینه گزینه نظامی هم باشه واقعا اگر از گزینه نظامی جمعیت استفاده کنه و قتل و کشتار به میان به مسئولش کی است بالاخره این بهتر است که از سخنگویان جمعیت اسلامی پرسیده شود نور هم به این درو... مساله تاکید کردن شما ما در جلسه شورای رهبری جمعیت اسلامی نبودیم که اونا به اساس کدام جزئیات چونین یک تصمیمی را گرفتن و اعلام کردن ولی واقعیت هم رمیز که چنین اقدامات یک طرفان، یک طرفه و, در عین حال دیکتاتور مابانه باعثی با. میشه که ممکنه که بسیار گزینه های روی دست باشه سپاسگزارم آقای سید علی محمودی از سخنگویان عطا محمد نور از اینکه در برنامه کنونی خط کابل حضور پیدا کرده این قابل یادآوری است که محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا هم با ما تعهد کرده بودند که به این بحث حاضر میشن اما بنا بر دلایل از شرکت در این بحث ابا از حضور شما همچنان تشکر تا بعد نگهدار